با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستی شاد و تندرست و در امان باشید. به اتفاق رفیق حسن احسان دیالوگ هفته رو تقدیم شما میکنم. اخبار مهمی در یک هفته اخیر باش مواجه بودیم. از یک طرف این مسمومیت سریالی دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دختر که قبلا که در قم و تهران بود، الان در لرستان و مشخصا در شهر بروجرد، تا کنون صدها نفر از دانش آموزان عمدتاً دختر راهی بیمارستان شدند. خود مقامات رژیم هم اعتراف کردند که این عمدی هست، یعنی یه عده‌ای اومدن به قول معروف اون کاری رو که طالبان در افغانستان با یک دستور رسمی انجام میده، مدارس دختران رو تعطیل میکنه، عده‌ای در ایران، طالبان ایران، حالا آتش به اختیار، میان چیکار میکنن با استفاده از مواد سمی مدارس عمدتاً دخترانه رو به وضعیتی در میارن که این دختران دانش آموز عزیز ما راهی بیمارستان میشن. و دقیقاً رژیم یک نوع واکنشی هست از سوی به اصطلاح بخش های از رژیم که میان چیکار میکنن، بگن که این انقلاب زن زندگی آزادی، فکر کردید که میخواید حقوق زنان رو افزایش بدید، مبارزه بکنید برای حقوق زنان، ما اقداماتی شدیدتر از اقدامات 44 سال اخیر رو در تدارکش هستیم. در سالهای گذشته هم که ما دیدیم اسید پاشی ها و اقداماتی دیگر علیه زنان و دختران ما که رژیم علارغم وعده هایی که میداد برای دستگیری مجرمین و متهمین، عملا کارش انجام نداده، چون خودش این کار است. از یک طرف شاهد این رشد نجومی قیمت دلار هستیم. در واقع نباید گفت قیمت دلار، چون قیمت دلار در سایر نقاط جهان اینقدر که افزایش پیدا نکنه، سقوط آزاد و شدید ارزش ریال است. عملا الان وضعیت بسیاری از کالاها در ایران به صورت دلاری در اومده، این در حالی که حقوق مردم ریالی هست و رکوردهای جدید رو به جای گذاشته. در روزهای اخیر شاهد این بودیم که حتی از 60,000 تومان هم تجاوز کرده، حالا مثلا در گلوهوش بین 56 تا 57,000 تومان هست که این سبب خالیتر شدن هرچی بیشتر سفره کارگران و زحمتکشان ایران میشه. در روز سه‌شنبه هم که خب فراخوان حرکت سراسری بازنشستگان بوده و در تمام یک هفته گذشته شاهد حرکات اعتراضی و یا اعتصابات کارگران و همچنین بازنشستگان بودیم و خود کارگران صنعتی و معلمان هم از حرکت سراسری بازنشستگان حمایت کردند. خب ما البته قصد نداریم امروز در مورد این جزئیات این اخبار صحبت کنیم. خود بینندگان عزیز ما شاید بیشتر از ما در جریان ریز این اخبار و مشکلات و مصائب هستند. در رأسش این یورشی که رژیم به دختران دانش آموز آورده و همچنین تشدید بحران اقتصادی. تمرکز دیالوگ هفته این بار روی این منشورهایی هست که در هفته های اخیر چه در داخل کشور چه در خارج از کشور منتشر شده، هم از توی طیف های راست و اولترا راست اپوزیسیون و هم از سوی نیروهای چپ مترقی یا تشکل‌های مستقل مردمی در ایران. یعنی در واقع ما یک نوع جدالی رو میان منشورهای مختلف می‌بینیم که انعکاسی است از تقابل راست و چپ و در واقع تقابلی که در بطن مبارزه طبقاتی هست در طیف اپوزیسیون در بطن همین دوره انقلابی جاری که وارد ششمین ماهش شدیم علی‌رغم فراز و فرودهایی که داشته. رفیق حسن خوش آمدی، میشنویم. درود به تو رفیق آرش عزیزم، درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. اون چه جمله آخری که گفتی رو هی کاش تکمیل میکردی. چالنج راست ها و چپ هاست و چالنج چپ ها با هم هست. اینجا چپ ها هم اینجا با هم دیگه دارن وارد یک پلومی که فرساینده خیلی غیرعادی میشن به بگیشه
که همین امروز به موقعیت انقلابی چنان باور دارن که منتظرن این گیسجریان یک پلتفرمی رو میداده که انقلاب اجتماعی در راه در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی به رهبری طبقه کار کنه. از این یه جمله نمیخوان عقب. این نیرو نشان میده که پاش به هیچ وجه روی زمین ایران نیست، هیچ درکی از آرایش قوای طبقاتی نداره، کتاب های خوانده شده رو اینجا پس میده، ظرفیت مادی تحلیل مشخص از چبرکه و کبرکه در داخل ایران نداره. هم بند کردن به چرا عزیزان سندیکای شرکت واحد تو این بیسریال نیست. اون تبلیکی ها خیلی با صمیمیت و با مسئولیت علی رغم که چهره های شناخته شدشون در زندان جمهوری اسلامی هستن، با جسارت انقلابی و صمیمیت تمام بیان کردن که چطوری روند بوده و فرصت تصمیم گیری بردن نظر تو نیروهاشون رو جنبندی نداشتن. رو دو نقطه مهم هم انگوش گذاشتن که این باید جهتگیری زیاد سرمایه‌دارش بیشتر میشد و نقش طبقه کارگر پررنگتر میشد. هر دو درسته و من به هیچ وجه این نقد درست رو در تضاد و تقابل و اون منشور نمیبینم و در این بنام این یک دیالوگ درسته. اما رفقای ما در خارج از کشور 200 جریان بیشتر نیستن. من میخوام با صراحت نام ببرم رفقای اقلیت و از همه اونطور اون رفقای تروریستا، اینا هستن که چنان زدن سر مار که میگن این پلتفرم رفرمیست بورژوایی است. یعنی حسرت چنان تیزش کردند که نشون میده که اصلا ناخواسته خصومتی رو در بیان میکنن در و شرکت واحد هم علم میکنن. شرکت واحد با رفاقت تمام توضیح داده و به هیچ وقت خوش در مقابل این منشور قرار نداده. بازنشستگان، دانشجویان، کمیته های محلات، زنان و و و دانشگاهیان همه آمدن با زبانهای خودش. این منطقش چیه؟ پیش از این که این رفقا اینها را خبر رو میز بذارن چه اتفاقی افتاده که امروزه منشور نویسی ها و بندهای مختلف منشور از زبان گروه های زینف مثل دانشگاهیان، زنان و و و به میدان میان؟ داستان دو تا داستان، یکی که نشون میده رژیم در یک نقطه تاریخی هست که سرنوشت محتومش یا فروپاشی یا سقوط. از اون ور برای چون ایران فقط چپ ها نمیدونن که راست هم اینو میبینن، اونها برای اینکه بتونن به هر قیمت شده به قول خود اصطلاح که تو زیاد به کار میبری آرش رژیم چنج رو پیش ببرند، به هر قیمت شده در تدارک جامعه جور کرده رو خودشون به وعده منشور دادن، منشوری که خواهان جابجایی سیاسی در بالا را تایید میکنه و تحول در پایین رو با حفظ نظام. خب این منشورها آمده آتش زیر پای سلطنت طلب ها گذاشته و تمام این جمهوری خواهان راستی که مخالف انقلاب اجتماعی جابجایی میگن اینا که نگفتن انقلاب اجتماعی، حالا اگر شما میخواستید که اینا بگن انقلاب اجتماعی، انقلاب کمونیستی، انقلاب سوسیالیستی، مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده با سوسیالیسم، زنده با حاکمیت کارگران و شوراها و سر جاشون به عنوان افراد شناخته شده کارگری و نیروهای مدنی تو ایران میموندن و نمیرفتن پیش بچه ها تو زندان اگر کشته نمیشدند. خب این برخورد به نظر من توقعی متجاوزانه است. این کلمه میخوام استفاده کنم، بذار به من حمله کنن. این توقعی متجاوزانه است به ظرفیت و امکانات واقعی جنبش ما. این توقعی متجاوزانه است به نیروی فعال در صحنه کارگری، مدنی و غیره. شما بر بستر واقعی باید این حادثه را نگاه کنید. به این اعتبار این یک اتفاق بسیار بزرگه. جمله تمام کنم سریع. از اینکه یک اتفاق بسیار بزرگه، از اینکه این آلترناتیوی رو گام هایی در مسیر آلترناتیوی است که زیر پای سلطنت را و جریان رژیم شدیر آتش گذاشته، معنای این نیست که وار و بان اون واف به واف اون آیه تلایی است. نقد های ریز و درشت
لنگوده همه بندهاش وجود داره، از جمله دو نقد درخشانی که با رفاقت تمام سندیکای شرکت واحد بیان کرده. شما بیه دیالوگ شرکت واحد داره با اینا دیالوگ میکنه، شما میخواد اینا تحقیر و سرکوب کنید. و هر کسی که از این منشور دفاع میکنه، انگه من این روز در یک کلاب هاوسی بودم، نام نمیخوام ببرم، انگه توده‌ای، انگه رفورمیست، انگه اکثریتی، انگه رژیم چی از رژیم جمهوری اسلامی از پهلو، این چه شیوه است؟ و این اتفاق متاسفانه با درد بسیار بیشتر در خارج از کشوره. در داخل این نگرش های متفاوت هست، ولی بسیار متمدنانه بر روی زمین بر بستر واقعیات با هم دارن کار میکنن. جمله ما یک چکه بگم تمام کنم که این منشور که 20 نیرو امضا گذاشتن با همه ضعف های ریزه درشتش و حتی از چیزش به معنی یک برنامه حداقل، اتفاق بزرگی است به مثابه آلترناتیو 5 ماه مبارزه توده های در خیابان. چراییش رو دور و دوم توضیح میده. خب بینندگان عزیز، این منشوری که رفیق حسن ازش صحبت میکنه، من یه بار فقط یادآوری کنم، منشور مطالبات حداقلی 20 تشکل صنفی و مدنی ایران هست که چندی پیش منتشر شد و بعد ده ها تشکل مستقل صنفی، مدنی، دانشجویی، زنان، بازنشستگان و غیره هم ازش حمایت کردن. بازخوردهای خیلی وسیعی در سطح فضای مجازی داشته، از جمله در خارج از کشور هم گروه های مختلف، نهادهای مختلف، فعالین مختلف از ایشون حمایت کردن، از جمله شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست هم حمایت کردن. هرچند همونطور که رفیق حسن گفت، خب چه در طیف راست و چه در طیف چپ مخالفت هایی باش صورت گرفته. مثلا آقای شاهین نجفی معرف حضورتون هست، حالا به یک نئوفاشیست سلطنت طلب تمام عیار تبدیل شده، او رسما اومده گفت این نویسندگان این منشور مطالبات حداقلی همین مارکسیست ها، همین کمونیست ها هستن، حواستون باشه، یه بار پشتیبانی نکنید اینا. متاسفانه بخشی از همین مارکسیست ها و کمونیست ها اهمیت تاریخی این منشور رو درک نمی کنن و از اون تشکل های صنفی معلمین، برخی از این تشکل ها ابر تشکل هن، یعنی مثل شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان خودش متشکل از 25-30 تا انجمن صنفی معلمان هستن، یعنی بزرگترین نهاد تشکیل دهنده این امضا کننده این منشور اونا هستن و انتظار از اونها داشتن که اینا با صراحت بگن سرنگون با جمهوری اسلامی، زنده باد سوسیالیسم، زنده باد حکومت شورایی، یعنی ندیدن ملزومات مبارزه اجتماعی و طبقاتی است در جامعه. ضمنی که اینا تو اون منشور تا هر جا که امکان داشته اومدن تاکید کردن که در چارچوب روبنای سیاسی حاکم، یعنی رژیم، امکان حل بحران وجود نداره. بعد بر ضمن مرزبندی هم با جمهوری اسلامی هم با سلطنت طلبان، خواهان برچیدن همه اشکال ستم و تبعیض شده، جنسی، جنسیتی، حقوق همجنسگرایان، حقوق ملیت‌های تسلط‌طلب، حقوق کارگران، حقوق زنان، حقوق بشر، آزادی بی‌قید و شرط، لغو بی‌چون چرای اعدام و حتی اجتماعی کردن اون بخش از اموال سرمایه‌دارانی که از رانت ویژه حکومت استفاده کردن و فلان. بعد اونجا صحبت از برچیدن کامل مالکیت خصوصی، لغو کار مزدوری، گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم نکرده. اون تجمع به صدا به دلیل اون ترکیب امضا کنندگانی که داشته، همه اونا که کمونیست نیستن که، همه اونا که فعال چپ و سوسیالیست نیستن که، ترکیبی است از فعالین چپ و فعالین به صدا مترقی که تونستند حول یک منشور گردن بیان. این به این معنا نیست که نباید نقد کرد، نباید کمبودهای اون و نقایص اون منشور رو گوشزد کرد و تلاش نکرد برای به اصطلاح تکمیل اون، چه در حوزه گسترش اون به لحاظ تعداد امضا کنندگان و همچنین به اصطلاح ارتقای کیفیت خود اون مطالباتی که اونجا منتشر شده. یعنی شما اون بیانیه، نظری که اتحاد بازنشستگان دادن و نظری که سندیکای کارگران شرکت واحد رو بخونیم با یه درک مثبت، یعنی ضمن این که حمایت کرده از بسیاری از مطالبات، اومده از اونم
به قول معروف چیکار کرده، گفته که باید تلاش کرد برای ارتقاش و فلان، از این استقبال میکنه. ولی تو اول حمایت باید بکنی، اول اعلام همبستگی بکنی، حمایت میکنی و در این حال وارد دیالوگ میشی برای رفع نقایص. اگر اینجا الان مایل باشی ما سر این تلاش هایی که در طیف اپوزیسیون راست و اولترا راست به ویژه در خارج صورت میگیره برای منشور سازی و آلترناتیو سازی رو اون مکسی. دو دقیقه به اون بحث قبلی اجازه میخوام داشته باشم. بفرم رفیق آره جان، برای ادامه صحبت من به تو میخوام اینه بگم که بخشی از چپ که خودش رو در تار عنکبوت موقعیت انقلابی زندانی کرده و نمیتونه ازش فرار کنه، برای توجیهش دست به هر چیزی داره میزنه. من سوال کلیدی من اینه، اون کدام چپ کمونیست متعهدی است که پیشنهاد میکنه به نیروی فعال اجتماعی و طبقاتی و مدنی داخل، پیشنهاد میکنه به کارگران به جوری ایران میگه که تحقیرش میکنه؟ خب گوشی برای شنیدن وجود نداره که. شما جوری سرکوبگرانه با این منشور برخورد میکنید، گوشی برای شنیدن برای اصلاح و تعمیق دیگه طبیعی که وجود نداره. ولی شما در فضایی وجود آوردید که مقاومت در مقابل خودتون و درخواستاتون از طریق این نیروها دارید وجود میارید و این بر علیه رشد و جنبش. ببین آقا جان، این داستان خیلی ساده است. این منشور و نقدهای طبیعی درونش در داخل ایران و برخی از نیروهای چپ کمونیست مسئول در نقد و اصلاح این قضیه، یک تحول عمیقی است که از جنبش ساده زن زندگی و آزادی به جنبش تعمیق یافته اجتماعی نامکار آزادی در ارتقا پیدا میکنه. این ارتقا مطلوب شما هست یا نیست؟ شما میخواید یک شبه این ارتقا صورت بگیره؟ آیا در شرایط کنونی با آرایش نیروها ظرفیت سرکوب دشمن این یک شبه صورت خواهد گرفت یا نه؟ آیا شما با یک حزبی سازمان یافته بزرگ کارگری طرف هستید که اون نیروی لایزال رو داشته باشه و پشت زرشم توده عظیم نیروی کار زحمت باشن که بخوان این پلتفرم پیشنهادی شما رو سیخکی در این لحظه ببرن بالا؟ همه این گفتن این قضیه میگن مرغ پخته خندهش میگیره. ما در چنین شرایطی نیستیم، ما در موقعیت انقلابی نیستیم، ما در آستانی البته موقعیت انقلابی هستیم، ما در دوره انقلابی هستیم. به همین دلیل راستا به وحید عمر گفتادن حالا بگوز آرش جان. بله، ما در طیف اپوزیسیون راست عمدتا در خارج از کشور، از یک طرف اون وقتی نشست دانشگاه جورج تاون تشکیل شد، اون 8 نفری که حول هوش رضا پهلوی جمع شدن گفتن ما به زودی یک منشور ارائه خواهیم کرد که تا حالا ارائه نکردن، دارن به قول خودشون با همدیگه رایزه میکنن. درست در حال این کار بودن یک مرتبه بخش دیگری از همین اپوزیسیون راست، یعنی حزب مشروطی ایران لیبرال دموکرات، شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم که در واقع ائتلافی از بخشی از سلطنت طلبان با راسترین جریانات مدعی جمهوری خواهی، یعنی از شهریار آهی تا حسن شریعت مداری تا حزب مشروطه تا مسعود نقره‌کارتون شورای ملی تصمیم و اینا با همدیگه یک منشوری رو در چند بند منتشر کردن که شما فقط یک مقایسه ساده میان این منشوری که اینا دادن که بسم تعالیشون با حفظ تمامیت ارضی، یعنی عوض این که بگن مثلا اگر اشاره دارن به حقوق ملیت‌های تاسیستان، اولا اصلا ایران کشور کثیرالمله متشکل از ملیت‌های مختلف هستن به رسمیت نمیشه، اتنیک و قوم و از این صحبت ها میکنن. اوکی، بعد عوض این که صحبت از برچیدن بساط تبعیض و شوونیسم که چه در جمهوری اسلام و چه در رژیم پهلوی وجود داشته بکنه، اول از همه میگن حفظ یک پاوچگی ایران تمامیت ارضی و فلان اینا. وای یه جایی از این ملیت‌های تزیین اینو قرار ایران جدا بشن. این چماقی است بر سر اونها که میخوای جلوگیری بکنید از به رسمیت شناختن حقوق اونا. به قول سازمان ملل سلف دترمینیشن، حق تعیین سرنوشت.
و سایر خواستم که یعنی به مناسبات اقتصادی سرمایه‌گذاری کاری ندارن، حتی نوع حکومت آینده هم کاری ندارن. یه سری حرف‌های عامه که دیگه هر کسی الان دیگه مد شده بر زبان میاره، از حقوق و بشر و سکولار دموکراسی و اینا، میخوان چیکار کنن؟ اما حرفی که بارها ما در برنامه‌های خودمون زدیم، تلاش همه جریانات اپوزیسیون راست صرف نظر از هر اختلافی که با هم دارن یک چیز، جلوگیری از تحقق انقلاب اجتماعی به رهبری طبقه کارگر برای گذار توامان از استبداد و سرمایه. یعنی اینا تلاشایی هست که در طیف راست اپوزیسیون ما شاهدش هست. نمیگارش دقیقاً ادامه سوالی جوابش رو سر روشنی ندارم. علت داره، جامعه ما در یه تلاطم عمیقی است. یک ماه اخیر رکودهای خیابانی بوده، ولی شما بلا فاصله جنبش طبقاتی و جنبش مدنی به خیابان ها بوده، اصابات شروع شده، اینجوری داره حرکت میکنه. جنبش خیابانی جنبش یک جایی این حرکت خودش رو به هم دیگر وصل میکنه، یعنی جنبش خیابانی با جنبش اعتصابات خودش رو به هم، و اونجا روز نهاییست، اونجا میشه شاید از موقعیت انقلابی به طور روشن عرضت بگذاریم. داستان اینه که همه قابلمشون رو به قول معروف جلو آورده، میگه انا شریک. همه خطر عقب موندن از قافله این تحول تاریخی رو احساس میکنن، به همدیگر دارن به اشکال مختلف راست دارم عرض میکنم دارن نزدیک میشن. اون تلاشی که راست برای نزدیک شدن به خودش که اهدافش همجا گفتی در بندش روشن، همه تمامیت ارضی چی هستن، همه خواهان حفظ نظام و ساختار موجودن، خواهان جابجایی قدرت سیاسی هستن و از این زاویه هم حاضرن با بخشی از استحاله طلبهای داخل هم وارد دادوستت بشن. چپ اما اینجا به جای این که در تلاش نزدیکی و هم آواز شدن باشه، به جای این که به اونها که در ایران زیر آتش و خون تو اعتصابات هستن و این منشور 20 ماده‌ای و منشورهای مکمل دیگرش داره میاد رو کمک کنن تقویت بشه، به جای او به جان هم دیگه افتادن. این داستان 3 سال پیشه که مجمع عمومی خوب است یا شورا، مجمع عمومی خوب است یا سندیکا، نشان داد جنبش داخل که خودش بر اساس وضعیت سطح و ارتقای حرکت تشکلش رو انتخاب میکنه. اون دوره‌ای که از اینجا سوت بلبلی بزنی اونجا نیروی کار و زحمت به سر آمده، نیروی اینجا اون قدرت اجتماعی تاریخی رو نداره که سوت بلبلی تازه بزنی. با این ضعف بزرگ، با فقدان رسانه های میدیا های عظیم که راست داره، این چپ با همین امکانات کوچیکی به جای اینکه با هم دیگر هم‌آواز باشه در مسیر تقویت ارتقا و رشد این منشورها، میگه هم گفتم رفرمیستی است، بورژوا رفرمیستی است، آقای مازیار راضی میگه بورژوا رفرمیست، حتی کشمش تو خود. یعنی این آدم احساس مسئولیت نمی کنه. این دوست داره که با این شکلی چپ رادیکال تو دست نیست به نمایش داده بشه، به جهنم انقلاب میخواد انقلاب بشه یا نشه. چون آدمی که دلسوز باشه باید حرفه‌ای‌تر، جدیتر، بر اساس مصالح واقعی جنبش و نیروهای رشد یافته واقعی شعارها رو ارتقا بده و حرکت بده، نه اینکه ته خط رو بکنه پرچه به قرمز بگه اگر دستتون نگرفتید شما بورژوا لیبرالید. نه، اینجوری نیست. من اینا رو نام میبرم سینه به سینه، حاضرم با اینا رو در رو بشم. این چپ رو باید من به نقد میکشم. راست هوشیارتره، راست داره خودش رو سازمان میده. این مترسک هایی که رضا پهلوی با خودش درست کرده اینجا اونجا میچرخونه، آشکارا میگن غرب به ما کمک کنه. یعنی اونا برای حمایت غرب، گدایی از غرب، برای فقط کسب قدرت سیاسی و گدایی از نیروهای ملیتان سرکوبگر در داخل ایران با همدیگر دارن نزدیک میشن. بعد یک روزی خواهید دید که همین سه تا جریانی که تو الان نام بردی، مدیر گذار و مدیر تسبیح و مشروط طلبان، با اون جریان نوه میرپهلوی وصل خواهند شد.
چون اینا پلتفرم مشترک دارن، اینا با همدیگر نزدیکن، اینا دیدن سرشون رو رضا پهلوی ممکنه کلاه بذاره، آمدن دکونشون رو بزرگتر کردن که قدرت چانزنیشون رو با رضا پهلوی و مترساکای دوروبرش بالا ببرن و ظرفیت و موقعیت راست رو در گفتگو با دول امپریالیستی قوی تر کنن. یعنی این یک هوشیاری وجود داره. من ممکنه این شخص مثل نقره‌کار یا اردوکار رو تو یک آدم جدی نبینی، ولی این حرکت حرکت راست هوشیارانه است، آرام تقاد دلاش داره میکنه جا به جایی قدرت صورت بگیره با حفظ نظام سرمایه‌داری در چارچوب همین نظام و نیروها با جا به جایی قدرت درست بالا. بله، اینجا طرفداران طبقه کارگر، طرفداران سوسیالیسم، اونهایی که خواهان در هم شکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، عبور از سرمایه‌داری در یک انقلاب اجتماعی با استقرار یک گروه کارگر شوره هستن، باید حواسشون رو به جای یقی همدیگر گرفتن و بحث های ستا یقاز کلاب هاوسی کردن و همدیگر رو تراشیدن، باید بشینن کار کنن و متقاعد بشند که نقد داریم تا نقد، تخریب داریم تا نقد. من هر نیروی چه به نام مارکس چه به نام هر زهرمار دیگری، حتی من جسارت نکنم مارکس و هر کسی دیگری، با سیاست با پرچم سرخ قصد تخریب حرکت طبیعی ایران رو داشته باشن، او رو در ساده ترین کلمه میگم نادان، ولی از او جلوتر هم میشه رفت اگه ادامه پیدا کنی. رفیق حسن، در همین راستا ما شاهد اجلاسی هم در آلمان بودیم که نیروهای کرد تشکیل داده. خب یه نیم نگاهی که یعنی یه بخش جدای ناپذیری از این مبارزه انقلابی شش ماهی اخیر این ملیت‌های تحت ستم ایران بودند، در رأسش دو منطقه کردستان و بلوچستان، بلوچستان که علارغم همه این کشتارها و سرکوب‌ها و بگیر و ببندها و اعدام‌ها هر جمعه اعتراضی ما شاهد به اصطلاح تظاهرات هزاران نفر از مردم بلوچ هستیم، در کردستان هم به اشکال مختلف ادامه داره بودا. در نتیجه هر انقلابی در ایران اگر نخواد به مسئله ملیت‌های تحت ستم، خلق‌های تحت تبعیض ایران توجه بکنی، اصلا اسمش انقلاب نیست. درست؟ حالا کلی مسائل کارگران داریم، مسائل زنان داریم. باید این ایران کشوری است کثیر الملل، اکثریت مردمان ایران هم فارس نیستن. ملیت‌های غیر فارس رو هم جمع می‌ذاری اکثریت. درست؟ حالا اینا اجلاسی تشکیل دادن از مردم بلوچستان که ما دائما شعارهای نه سلطنت نه رهبری، آزادی برابری میشنویم، مرد به ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، من و تو از مال من و تو نیست، منظور شبکه من و تو و شعارهای از اون دست. احزاب حتی بلوچستان هم که در تبعید هستن مثل حزب مردم بلوچستان و غیران بارا مرزبندی کردن، تا حالا هیچ نشانی از نزدیکی به جریان رضا پهلوی نشون نداد. در خود کردستان قرار بود این اجلاس آلمان اجلاس شورای همکاری احزاب کردستان باشه که عملا سه چهار تا از جریانات دیگه اصلا شرکت نکردن، فقط اجلاسی شد از حزب دموکرات کردستان و حزب کمالی عبدالله مهتدی. و بعد در همین راستا مصطفی هجری که الان به اصطلاح رئیس شورای رهبری حزب دموکرات کردستان هست، رسما گفت که ما به دلیل همین موازی که تاکنون رضا پهلوی گرفته و هیچ مرزبندی هم نکرده با شوونیزمی که چه در الان و چه در حکومت پدر و پدر بزرگش بوده، ما الان آمادگی همکاری نداریم. ولی عبدالله معتدی کماکان به اصطلاح زمینی که میگه آره نه من جمهوری خواهم و طرفدار نظام فدرال هستم و این داستانها، ولی خواهان همکاری با به اصطلاح رضا پهلوی هست و یعنی در درون خود جنبش خلق کرد هم حتی در چارچوب اون شورای همکاری احزاب کردستان، حالا سفرده که ما قبولش داشته باشیم که نداشته باشیم، چون اصلا ما مرکز سکل مبارزه رو در کردستان همین شوراها و کمیته‌هایی هست که در جای جای محلات کردستان شهرهای کردنشین شکل گرفته و جهتگیری کاملا رادیکال و گاهی حتی چپ و شورایی داره، رو اون رو ما مرکز سکل رو اونجا میدونیم. ولی حتی در درون خودمون
شورای به اصطلاح همکاری احزاب کردستان هم میبینی یک آنتیپاتیش، یک ضدیت شدید در رابطه با همکاری با جریان اولتراراست تحت رهبری رضا پهلوی شاهدش هستی. رفیق آرش، وقتی یک طوفان بزرگ میگیره، یه جابجایی عظیم هست، همه چیز جابجا میشه. زمین لرزه است. خیلی از کسانی که فکر میکردن چپ و کمونیست بودن، ناگهان میبینیم سلطنت طلب شدن یا سوسیال لیبرال شدن. خیلی کسانی و همین این جا به جا میشن. اینجا عبدالله مودودی اون وقتی که اون شب عید مسیحی خواستن پیام بده، گفت که ما که تنها نیستیم، ملل سرراز اینجا این شکاف را مستفاجه اعلام کرد. یعنی بیلر عبدالله مودودی تکه در این رابطه، یعنی با دست پر نمیتونه پشت میز مذاکره با نوه رضا خان میرپنج بشنه. شما میبینید که اصلا سیاست ها هم جا به جا میشن. آخر اگر دو نفر از آدمی که جز اون 8 نفر کنفرانس هاوس بودند، از آقای حامد اسماعیلیون، فعلا یک سیاست معینی رو دنبال میکنند، سخنرانی در بروکسل و در مونیخ و نمیدونم در ایتالیا را سازمان دادن، هم آواز و هم دوش رضا با او بر سر دادخواهی امضا کردن، ممکنه ناگهانه باشه و هیچ وجه اهداف عینی که این جا به جایی فکری نیست. این معناش چیه جز سوزاندن نیروی خودت، جز تقویت اون نیرو؟ اینجا میبینی که گاهی وقت این لحظه تلاطم آجر روی آجر بند نمیشه. اینی که هر فردی میخواد کمونیست باشه، دموکرات باشه، سلطنت طلب باشه، هر فردی باید موقعیت خودش رو در این تحول بزرگ پیدا کنه و خودش رو در این موقعیت تعریف کنه. امروز روزی نیست که ما توجیه کنیم ما برای عدالت یه کار میکنیم با حامد اسماعیلی و شیرین عبادی و ایرج مصداقی فاشیست هم آواز میشیم، اینجا با چپ و کمونیست و طبقه کارگر و نه، این بازی تاریخش تمام شده. اینجا دوبل استاندارد وجود دیگه نداره. سلطنت طلب ها راست ها اینه فهمیدند، چپ ها از دو زاویه نفهمیدند. یک بخش از چپیست مثل رفیق 30-40 ساله با توکل که میگه آقا شعارهایی میده که شاخ در میاره آدم و سر راست پلتفرم رو میگه بورژواییست، این یه نگاه، یه نگاه هم رفقای دیگری هستن که اون امضای کذار انجام دادن. منظورم اینه که راست حواسش جمع‌تره، چپ باید حواسش جمع‌تره. چپ الان چون از لحاظ صدا ضعیف‌تر از بقیه است، اگر این بلوک سوسیالیستی رو شکل نده، اگر اتحادی بین نیروهای متشکل منفرد نهادی که مثل شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست که الان هست داره به سمت گستره شرکت میکنه و همه اشکال مختلف، این خودش بجاید در دوره این قضیه، در دوره هم‌آوازی با نیروی کار زحمت در داخل و پیشنهادات سنجیده کردن نه 100 فاز جلوتر از ظرفیت حرکتی اونا حرکت کردن، نه تحلیل علیکی خوشحال کننده از فضای داغ قرمز آتشین دادن، نه همچی چیزی نیست. ما باید اگر میخواهیم یک بار دیگر سر ما که باید ما پیرمردیم، ما مهم نیستیم، اگر میخواهیم سر طبقه کارگر و متحدینش یک بار دیگر کلاه نره، خیلی با نه فرصت طلبی و اپورتونیست، با مسئولیت همه جانبه ما بایستی با این مقولات برخورد کنیم، با مسئولیت همه جانبه در مسیر نزدیکی هم دیگر با هم بیاییم و در نزدیکی ایجاد یک دیالوگ خلاق و سازنده با نیروی داخل، نه اینکه چنان بگیم اخ و توف که نیروی داخل عملاً مقابل خود ما قرار بدیم. اینو میخوام بگم که ما در یک فضای متلاطمی هستیم که راست کاملا هوشیارتر به این وضعیت داره به سمت نزدیکی حساب کتاب درشور میشه، ولی چپ در خارج از کشور هنوز خودش نتونسته با این موقعیت منطبق کنه و ضرورتهای انقلاب رو درک کنه از طریق از زاویه نزدیک شدن و ایجاد دیالوگ خلاق و واقعی با نیروی کار زحمت در ایران ایجاد کرده. رفیق حسن،
شما باز یک تومار اشاره کردید، باز برای اینکه شاید بینندگان اشتباه نکنن، خب یه توماری داده شده بود تحت عنوان پیمان دادخواهی که اینو پیمان به اصطلاح همه با همین بود، با مات کردن به اصطلاح سرکوب و استبداد و شکنجه و اعدام در زمان شاه، و فقط اشاره به این سرکوب هایی که در به اصطلاح جمهوری اسلامی از اونی که خب روی سری نکات مثبتی که در هر الان دیگه از حرمین شمس شده، یعنی جزء ملکه ذهن همه جنبش های مخالف شده، مثل مثلا لغو بیچون چرای اعدام فلان اینا، که فلان در موقع بلا فاصله چند روز بعد از انتشار این پیمان دادخواهی همه با همین، ما شاهد این بودیم که جمعی از خانواده های خاوران، یعنی کسایی که عزیزانشون در دهه 60 در گورستان خاوران و خاورانهای بینام نشان دیگه آرمیدن، اونا بیانیه دادن و دقیقاً گفتن وقتی ما صحبت از دادخواهی و عدالت میکنیم و صحبت از آزادی میکنیم، علیه زندان شکنجه، علیه اعدام، علیه کشتار، علیه بگیر و ببند، علیه هر نوع زندان سیاسی، یعنی آدم ها به خاطر فعالیت سیاسی و عقیدتی و اندیششون زندانی بشن، ما صحبت از دو رژیم میکنیم، چه رژیم شاه و چه رژیم چی شیخ، یعنی یه پاتکی رو اینجا زدن و این هم مورد استقبال قرار گرفته. در این عالم ببین، ما علارغم این تحرکاتی که ببیجه الان رضا پهلوی از این شهر به اون شهر میره، مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلون اینا میرن که حمایت غرب رو برای رژیم چنج جلب کنن، یه واقعیت هم هست، ما تو برنامه‌های دیگر هم گفتیم خود الان غرب با یه بر بازی نمیخونه، که در این حال داره آدم میفرسته، پیغام پسخان میفرسته که از خود همین رژیم امتیازات بگیره، این رژیم رو به قول معروف رام بکنه و مثلا جنازه برجام رو احیا بکنه. یعنی هنوزم تمام قد غرب به رهبری آمریکا نیومده روی حمایت از اپوزیسیون برانداز منم رژیم چنجی و فلان. ضمنی که این اپوزیسیون اولترا راست شکمشون هم صابون زدن برای حملات نظامی و فلان اینا، برخلاف این تحرکات و حمایتی که این ابررسانه‌های وابسته چند صد میلیون دلاری از اینا میکنن، من در رابطه با داخل کشور فکر میکنم خود شما هم خوشبین هستیم، یعنی علارغم این حجمه وسیع، این حمایت عظیم سیاسی، دیپلماتیک، مالی، رسانه‌ای میبینیم در داخل کشور، منشورهایی که میاد بیرون، شعارهایی که شنیده میشه، نشان چندانی از این پلتفرم ها و منشورهای اولترا راست نداره، اساساً جهتگیری رادیکال و چپ و انقلابی داره که امیدواریم تعمیق پیدا بکنه. رفیق آرژان دقیقا در تأکید به حرف تو، نه فقط نداره، علیه اونه، چون همه این اولترا راستا میگن تمامیت ارضی، همه این منشورها حق ملت رو به زبانهای مختلف در داخل دارن تکرار میکنن، مطالبات اجتماعی رو به دستور گذاشتن، فقر و گرسنگی و تأمین زندگی رو گذاشتن، مصادره اموال گذاشتن غارتگران رو، یعنی زبانی دارن به زبان چپ، این زبان اسمش زبان چپه، این چپ کمونیست های خارج از کشور، اینو باید بفهمید، اونا زبان چپ دارن حرف میزنن در شرایط فشار با پراکندگی و با تاندانس ها و گراش های مختلف درون خودشون، این تاندانس های گراش های درون خودشون رو اگر ما درک نکنیم، نمیتونیم دیالوگ سالم و راه حل پیش برنده وجود بیاریم. این اون داستان کلیدی است. همجوری که تو گفتی به درستی و به روشنی، نیروهای داخل ایران با مسئولیت تمام و مدیریت تمام دارن مطالبات خودشون رو با فازی بالاتر میبرن در مسیر یک براندازی انقلابی از پایین. بنابراین اینجا چپ انقلابی در خارج کشور بایستی هم‌آوازی ایجاد کنه با این نیروها. تردید ندارم، منم با شما هم عقیدم رفیق آجاش، در یک جمله، من از دید من آلترناتیو راست کمترین شانس داره و در چشمنداز حتی خطر تلاشی شدنشون هم، چون اونا هم قدرتمدار و قدرتخواه هستن، تیکی تیکی شدنشون هم چنان که در گذشته نشون دادن هستن. چپ انقلابی است که باید حواسش جمع کنه
و گفتمان خلاق پیشبرنده رو با نیروی کار زحمت سازمان بده، با هزار مسئولیت حرفی که از دهنش در میاد و سه بار بجبه بگیر. نقطه تمام. درود بر رفیق حسن سام عزیز، درود بر بینندگان گرامی تلویزیون برابر. درود بر شما. درود.